توجه فرمایید از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. خب خدا حافظ. توجه فرمایید از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. توجه فرمایید از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. توجه فرمایید همکنون هواپیمای تهران شیراز روی باند فرودگاه میشه. سلام داشت غلام، زود به فرمالا این پسره رو باید تعقیب کنیم. داشت غلام، زود باش. این شکای کی هست؟ به تو مربوط نیست، مواظب باش گمش نکنی، منم نمیشناسیم. اگه دست و پنجت خون نشده باشه شکار پرواریه. خاطرتون جمع باشه، هفته یه زخم میزنم اونم واسه اینکه یادم نده. از این بابت خیالتون تخت تخت باشه. جا منزل حسابی هم داری؟ مفصل بادم دستگاه. خب باید این پسره رو طوری از بین برد که آب از آب تکون نخوره. پولمول حسابی هم تو این کاره، مواظب باش تیرمون به سنگ نخوره ها. مطمئن باشی نمیذاریم از چنگمون در بره. به نظرم داری میره حافظیه. خوبه، جای مناسبی. Thank you.
اصلا شما آدرس سهراب خانه میدونی؟ بله، ولی شیراز تشریف ندارم. این پس تو ده هستم، زمستونه تشریف میارم. من خیلی عجله دارم ایشونو ببینم، کار فوری دارم. تشریف ببرید گاراژ حسینی، ماشین کرایه کنید. وقتی به ده بید رسیدید از هر کی بپرسید دهشون نشونتون میده. متشکرم. عجب مطکه بیمعرفتیه، نزدیک بود شما رو زیر بگیره. ای آقا، همسفر تیاره من نیستن؟ انشالله که طوری نشدین. خوشبختانه خودم رو به موقع کنار کشیدم. آقا مثل این که تابه‌ها شیراز رو ندیده بودین، بله همینطوره؟ اولین مرتبه است اینجا میام، پیش درآمد خوبی هم نداشت. آخ، اتفاقا منم مهندس معدن شناس هستم و خیال دارم با رفقام شرکتی برای استخراج معادن این صفحات تشکیل بدم. راستی کجا منزل کردین شما رو برسونم؟ تو من همه جای شیراز رو جیبم بلدم. هنوز سراغ منزل نرفتم. منزل راحتی متعلق به خودتون داریم، با کمال میل برای پذیرایی جناب عالی آماده است. از زیارت شما خیلی خوشبختم، اما متاسفانه برای انجام کار فوری مجبورم هرچه زودتر از شیراز حرکت کنم. چه خوب میشد اگه با هم به طرف های تخت جمشید می رفتیم، جای بسیار دینیه. اتفاقا من می خواهم فردا اونجا برم. عجب تصادفی، لابد وسیله هم ندارید. اگه اجازه بفرمایید من خودم براتون تهیه می کنم. فوق‌العاده ممنون میشم. خب پس فردا صبح در گاراژ حسینی منتظرتون هستم. خب خدافظ. خدافظ. مرحبتون زیاد. قربون شما، مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. خدا حافظ. آه ببخشید، یک کمکی دیر شد. برو تلفن کنه. خیلی ناشیگری کردی. عجلش نرسیده بود. ما اصابون دارات بود. فردا ببینم تو را چی کار میکنی؟ تو را؟ کجا؟ وقتی من رسوندی تلفن خونه به ماشین یه دستی بکش، فردا باید بریم یه طرف های تفریح جمشید، فهمیدی؟ بله. یارو هم میام. خونم سفارش کن، فردا شب دو تا مهمون داریم، حمید و مجید، فهمیدی؟ حالا من برم تلفن کنم بیان شیراز، منتظر خبر من باشن. سوار شو بریم. سلام علیکم. بروشم داره. ممنونم، مرسی. اتومبیل آزره، خواهیش میکنم. سلام علیکم. این راننده برای مسافرت ما قابل اعتماد هست؟ اختیار داری قربون. این تنها اتومبیلی که در این راه رفت آمد میکنه. من امروز تحقیق کردم. بعد بفرما تا هوا گرم نشته حرکت کنیم بریم. بله بفرمایید.
چه خبره؟ یه خود یواشتر، مگه سر آوردی؟ نه ترسا یواشتر همون خوب فرد باش آقا مفتی ماشین خراب شده دیگه راه نمیره بعد اون موتور رو بینیم این چه مرگشه بعد که قرزد این لاکر دارم قرش گره ببین چشه درستش کن بریم آخه چی؟ من میبرمش بالا همونجا هم کلکی میکنی البته داره باشه تا ماشین درست بشه چطور یه دیدنی از تخت جمشید بکنیم بریم بعدش از اینجا تالار معروف ستون آپادانان شروع میشه اینم در ورودیشه روی این تابلو هم تمام جزئیات این قصر نوشته شده خیلی جالبه بخونید بله خیلی جالب خیلی خوبه میگم که مرتضی خان مرتضی خان مرتضی خان
یالا یالا زود باش یالا به تو میگم یالا دیگه برو علوینم یالا روی داره یالا رابیو نمیری ها؟ احمق چارش همین راستی بنازم به این دست و پنجه ایف که وسیله نداریم و اینا میدادمش اولین پاسگاه ژاندارمری کدوم طرف باید رفت؟ تا کنار دریاچه با همین ماشین میشه رفت. از اونجا با جند از دریاچه عبور میکنیم، بعدم باید با اسب بریم. راه کوه خیلی سخته، باید آهسته بریم. حتما جای تماشاییه. به درد کار منم میخوره. معرکه است، بهشت جهنم که میگن اونجا. یه طرف کوههای سر به فلک کشیده، یه طرف تا چش کار میکنه کویر و گرمای جهنم. خوشبختانه با استفاده از جیپ اربابم از شر مرتکه جانی راحت میشید. پس من با اجازه برم این مرتکه شوفره را به نظام برگردم. متشکر میشم، بفرمایید. مسعود خان. چیه حسین؟ این آقا رفیق شما هستن؟ رفیق نه، ولی از شیراز تا اینجا با هم آمدیم، بعدم تو طیارم اتفاقا با هم بودیم. آقا چی کاره هستن؟ از قرار مهندس معدنی، برای تحقیقات معدنی طرف آمدیم. آقا، از آدم هایی که نمیشناسید یه خورده احتیاط کنید بهتره. فهمید غلام؟ بله، حمید و مجید خان رو سوار میکنیم و ار رای دریاچه میفستیمشون بیان. خیلی خوب، پس خداحافظ، برو. قربون شما. سر این نفر نقشه های من خراب کرد. آقا بفرمایید، خیلی دیر شد. اما جای خیلی قشنگی ها. بله خیلی قشنگی، برای شکار خوبه. چه شکاری؟ هر نوع شکاری، فرق نمی کنه، بسته به موقعیت، تا چه پیش بیاد. حسین، چقدر دیگه راه مونده؟ کی میرسین؟ چیزی نمونده، دو ساعت دیگه میرسیم. خیلی سنگینه.
بابا چند روز اینجا منتظر باشیم؟ از این آخری نشد. ارباب گفتن انقدر باید اینجا بمونیم تا بیام. الان دو روز اینجا نشستیم. این دختر بیچاره چه گناه کرده؟ دلت واسه من نسوزه. خودم دلم خواست بیام اینجا. کسی منو به زور نیاورده. سب کن بینم. مثل اینکه سه نفر دارن از دور میان. از این طرف بفرمایید آقا. آهای عمو رجب، بیا آقا تشریف آوردن. همه چیز حاضر کن برید. سلام علیکم. اینا کی هستن؟ قربان، این عمو رجب عموی منه، اونم اصغر رفیق ما، اینم غزاله کنیز شما خواهر منه. حال پدرم چطوره؟ فقط درد پا اذیتشون میکنه. نمیتونیم تونتر بریم امروز برسیم؟ نه آقا، فردا میرسیم. راه دور و سخته. مثل اینکه آب و هوای اینجا بد نیست. بله آقا، فقط گاهی به بعضی مزاجا نمیسازه. بفرمایید. آقا بفرمایید. بفرمایید این اسبو شما سوار شد. همینجا پیاده بشیم. بفرمایید. 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 بیا. اصغر. ببین، تو برو دنبال کارت، من مسعود خانه میبرم پیش آقا بزرگ. بفرمایید. خیلی عجله داری. وقتی کارت تموم شد بیا کارت دارم. چشم. سلام عرض میکنم. سلام پدر جان. پس چرا اینقدر دیر کردی مسعود؟ پدر، هرچی تونستم زود آمدم. خدا رو شکر که این دم آخر میتونم با تو صحبت کنم. بشین. پسرم، از سوالات من تعجب نکن. با وجودی که برخلاف دو برادر دیگر پاک و سالم هستی، اما بالاخره هر جوانی یک روز گرفتار عشق میشه. میخوام بدونم که آیا... نه پدر جان، خوشبختانه هنوز گرفتار نشدم. خب پسرم، پس معلوم میشه که سعادت رسیدن به مقصودی بسیار عالی و مقدس رو خواهی داشت. اما فقط یک مطلب باقیه. میتونم مطمئن باشم که به هر چه دستور میدم عمل میکنی؟ البته پدر جان. آفرین پسرم، باید قسم بخوری که هر قدر موضوع مهم و خطرناک باشه. پدر جان خودتون رو ناراحت نکنید. برای من روشنه که میخواین منو در جریان اسرار مهمی بگذارید. من قسم میخورم در اجرای اوامرتون از هیچ گونه فداکاری دریغ نکنم. پس گوش کن فرزندم. 700 سال پیش یکی از اجداد ما که مردی نیکوکار بود،
مورد عنایت پروردگار قرار گرفت. به او الهام شد که به جستجوی چشمه آب حیات بره. او رفت و پس از سالها مشقت تا اندازه موفق شد، یعنی محل چشمه رو پیدا کرد، ولی خودش نتونست از اون بخوره. برای اینکه یکی از شرایط اصلی نوشیدن آب حیات اینه که انسان هیچ گونه علاقه دنیوی نداشته باشه، حتی به زن و فرزند خودش عشق نورزه، تا بتونه در زندگی جاوید با طهارت و پاکی خدمتگزار بشر باشه. فقط ثروت سرشار از گنجینه اون محل به چنگ آورد که در زمان حیات خودش اونو وقف دستگیری دردمندان و کارهای مفید کرد. و چون بهش الهام شده بود که یکی از افراد خانوادش عاقبت به این سعادت میرسه، کتاب و نقشه جامعی از خودش باقی گذاشت و وصیت کرد که این راز در خانوادش از پدر به پسر نقل بشه. ولی تا کنون هیچ یک از پدران ما موفق نشدن. گمون میکنم به این جهت بود که اسیر هوای نفس و زن بودن. خوشبختانه تو تا به حال به این بلیه دوچار نشدی. در این مدت 8 سال من ترک همه شما و علاقه دنیوی رو کردم. دنبال نشانی هایی که در این کتاب بود وجب به وجب این نقاط رو زیر پا گذاشتم. در آخرین سفری که پام فلج شد به نشانی هایی رسیدم که دیگه جای شک و شبهه برام باقی نگذاشت. در این سفر قزاله و حسین و عموشون که اصلا ساربون و بچه های کبیر هستن همراه من بودن. اونا به خوبی راه رو میشناسن و تو رو راهنمایی میکنن. ولی برای اینکه بهتر مطالب رو درک بکنی اول باید کتاب سرگذشت اجداد ما رو به دقت بخونی. بعد از اون من نقشه ها و اطلاعات خودم رو در اختیارت میگذارم. ولی پسر جو، همه دارایی و ثروت من که به تو هبه کردم وقف این کاره. یک شاهی از مال من نباید به کسی داده بشه. این راز رو برای خودت نگه دار. حالا این کتاب رو بگیر برو بخون. فقط قبل از خوندن این کتاب میل دارم یک بار دیگه منو مطمئن کنی. پدر جان مطمئن باشین، در اجرای این مقصود مقدس هرچی از دستم بر بیاد میکنم. بگو غزاله جوشونده منو بیاره. خودت هم برو در محل خلوتی استراحت کن و این کتاب رو بخون. ولی مواظب باش کسی نفهمه. بعد بیا تا من نقشه اصلی رو به تو بدم. برو دیگه با تو کاری ندارم. خب من برم. سلام علیکم. سلام. آقا براتون چایی آوردم. نه میل ندارم. راستی غزاله بلدی جوشونده پدرم حاضر کنی؟ بله آقا، خودم همیشه براشون درست میکنم. خب برو حاضر کن، منتظر هستم. چشم. حسین. بله. رفیقمون کجا رفت؟ خیلی خسته بود، گفت بذارید بخوام. هیچی هم نخواست. خیلی خوب. غزاله. بله. تو جیب کتم یه کاغذه، بده به من. چشم. تو جیب بغل دست راستم. بله. صبر کن، تو باید به من قول بدی در سفری که با پسرم میری از اون مثل خودم مواظبت کنی. مواظب باش پسرم گرفتار طوفان و ریگ روان نشه. چشم آقا، مطمئن باشی. خب حالا برو جوشونده منو درست کن و بیار. چشم. Thank you.
شوه. بفرمایین جوشوندتون حاضره. آقا بهتر نیست در این شهر پیش دکتر خودتونه نشون بدی؟ اینطوری که نمیشه، روز به روز حالتون بدتر میشه. بفرمایین جوشوندتون آوردم. بیارین کمک کنی. زود باشین کمک کنی ببینی چی شده. مسعود خان ببینم چند تا شهری اینجا هستن؟ بله. شما پسره آقا هستین؟ بله. مرتضی خان منو فرستادی که زود شما رو اونجا ببرم. کدوم برم؟ تشریف بیاری؟ دنبال من بیا. کجا؟ راست تشریف ببرید دم اون چادر سفید. همون جلو. بیا. دو نفر از شهر اومدن، اوناشن. بابام کجاست؟ میخوام ببینمش. عمرشو به شما داد. چی؟ خوب به مقصودت رسیدی، به وسیله عمو قربون وصیت‌نامه رو گرفتی، بعد اومدی حساب بابا رو یستره کردی، خوب نقشه کشیدی، باریکلا. باز مگه مستی؟ چرا مزخرف میگی؟ صحیح. دیگه من مزخرفم میگم، مرتی که حقباز. داداش، خب نیچه رو اینم آدم این حرفا رو میزنی؟ آقایون، خواهش میکنم. از قرار معلوم آیون برادرهای شما هستن. نه، اشتباه میکنید. مسعود خان هیچ گناهی ندارن. پدرتون به مرگ طبیعی مرده. حالا بفرمایید داریم استراحت کنیم. از حسابی مرکر برسم. عصبانیت شما در اثر خستگیه. بفرمایید کارا درست میشه. حمید، آقا راست میگن. داداش اون وقت هم گفت که چشتاش به مال بابا نداره. همه رو با هم تقسیم میکنیم. متاسفانه پدرم منو قسم داده که یک شایی از مالشو به کسی ندم. چون در راه مقدسی باید خرج بشه. اگه میتونستم به شما بگم. بارا پیکارت، مرتی که حقه باز. این حقه را به کس دیگه بزن، معلوم بود که کلاست.
پس فطرت اقلا صبر کن وحش این بیچاره رو از زمین برداریم بعد صحبت کنی. گفتم فعلا بفرمایین استراحت کنی، این عصبانیت به ضرر خودتون تموم میشه. بفرمایین. اینا دیگه چجور آدمایی هست؟ هنوز خاکش نکرده سر مالش دعوا میکنن. بیچاره مسعود خان چه برادرای بدی داره. برو از چشمه آب بیار. با ما مربوط نیست، شهری هزار جور حساب خورده رو هم دارن. اگه یه خورده با فکر کار کنیم تمام اینها مال ما میشه. همین امشب باید کتاب و نقشه رو برداشت، کلک آقا پسرم کن. فهمیدین؟ چرا بکشیمش؟ بی خودی که اگه بخواین حرف تو حرفم بیارین معاملم نمیشه. مسعود باید همسفر باباش باشه. مگه وصیت نامه رو فراموش کردین؟ اگه اون باشه یه شه به ما نمیرسه. معلومه، راسته. ما قول دادیم مطیع تو باشیم، هر چی بگی اطاعت میکنیم. حالا میگی چی کار کنیم مرتضی؟ حرف بزن. باید صبر کرد. شب همین که خوابش برد تو خواب کشتش، وگرنه عده ما کمه. اون دوست آشنا اینجا زیاد داره، میترسم موفق نشیم. نمیره به تمرگه. همینطوری غافل گیرش کنیم بهتره، چون سحر نزدیک، روز روشنم کار مشکلیه. بسیار خوب، پس ما از اطراف میاییم. اسقرم از رو به رو حمله بکنه که راه فرار نداشته باشه. مواظب باش با کار بکشیش که سر و صدا بلند نشه. برو. آقا فرار کردن. فرار کرده؟ هیچ که تو چادر نبود. بله اونا از شما زرنگتر بودن. آقا شما احمد، اگه زرنگتر نبودن غزالی جون تو رو نمی بردن. آقا الان ردشون رو پیدا میکنم، صاف میبرم تو مال سرشون. آه خیلی خوب، پس قاطرا رو حاضر کن، زودتر حرکت کنیم بریم. نبایدم زیاد دور شده باشن، پیاده بریم بهتره. یالا حرکت کنیم. مطمئن باشم که امو رجب کارا رو انجام میده؟ خاطر جمع باشید آقا، اون همراهو میدونه هم با ارزن. تا دو روز دیگه هم که به چاهای شوراب میرسیم شطورا رو حاضر کرده. خدا کنه نقشم جز اسبابای باشه که امو رجب با خودش برده.
آره باریکلا غزاله. خودشی از کجا پیداش کردی؟ من این از زیر متکای پدرتون برداشتم. یادم رفته بود بهتون بدم. اومدن اونهاشون. به نظرم اسقر اونها رو آورده. پس زود خاطره رو بیار بریم. نه نه شما برید بالا، من رد پا رو گم میکنم. خیلی خوب زود بیا. ببینید تا اینجا اومدم، بعد برگشتن رفتن به آبادی پایین کوه. خوب دقت کن اشتباه نکنی. نه رد پا نشون میده. بیاین. خود اینجا بشینیم، خستگی مون در. غزالی اگه تو نبودی مرتضی و برادران منو کشته بودن. پدرتون دنبال چی اینقدر خودشو عذاب داد که شما هم حالا خودتونو گرفتار میکنی؟ غزالی تو نمیدونی اگه خدا بخواد ما آب حیات پیدا میکنیم. آب؟ پس چرا تو کبیر دنبالش میری؟ این همه آب مثل عشق که چشمتونی کوها هست. این آبی که ما دنبالش هستیم باید هم در جایی مثل کبیر باشه. صدای پا میاد. من چیزی نمیشنوم. به نظرم حسینه. آه داری میاد. آره. آه تموم شد. باریکلا حسین. خب تا اونا دنبال ما میگردن باید فوراً بریم به طرف کبیر. چشم آقا. خب حسین نگفتی چیکار کردی؟ آه تا اون آبادی رفتم. اونجا دو مرتبه دور زدم تا رد پای قاطر را قاطیفادی شد. دیگه جنم نمیتونه ما رو پیدا کنه. چه عرضه بود دیگه تعقیب فایده نداره. او حتما به کبیر میره. بدون معطلی باید بریم. اسقر میتونی ما رو به اونا برسونی؟ من بچه کبیرم آقا. همه جا همراه ارباب بودم. میدونم از کدوم طرف میرم. اگه بتونی ما رو به اونا برسونی یک مش پول طلا به دنهار میدم. چشم آقا. پس بیافت جلو. میگم از کجا این پسره یه حقه به ما نزنه؟ نترس، واسه خاطر غزال جونش هم که شده ما رو راست میبره به جونا.
مجید خان، هنوز اوقاتتون تلخه؟ بسر خوبیه، ولی همچین کمی احساساتیه. استادی نمیری؟ امشب باید همینجا بمونی. نمیفهمم چی میگی. عمو رجب مگه خسته شدی؟ نه آقا، اینجا اول کویره. ما که شبا میرفتیم روز استراحت میکردیم. حالا چرا باید روز بریم؟ باشه، برای پیدا کردن راه بهتر روز روشن حرکت کنی. امشب آسمون ستاره هم نداره. میترسم اونا دنبال ما باشن. نه آقا، دیگه خیلی دور شدی. اونا را رو گم کردن. همشه هم پشت همین تپه میمونی. بفهم. مرسی هستی. بفرمی. کتاب قصه است، قشنگه که همش میخونی؟ پدرم سفارش کرده این کتاب اینقدر بخونم تا از حفظ بشم. بلو که میگفتیم میخواییم پیدا کنیم، وقتی پیداش کردین چیکار میکنیم؟ بعد راستی نمیدونم، حالا بذارم نقشه ببینم تا کجا اومدیم. اما از اون قوطی هایی که توش خوراکی داره آورده، میخوای یکیشو برم براتون گرم کنم؟ خب برو بیار. کجا فرار می‌کردی؟ بشین! دلم کام! مجید خان بیشین، مجلس بیریاست، بی خود اوقات رو ترخ نکن، بیشین. Oh.
تشنه. عصبانی میشی خوشگل تر میشی بلش کن تو دیگه چی میگی؟ بلش کن بیشتر این بوجه بوش پلی تلایی که میخواستی بدی؟ خسر بیا این یه تیکه سر با جایی یک بوش پول طلا قبول کن آماده حرکت بشید، هر چه زودتر بریم. مجید، این دختره رو برده بیار. برم ببینم چی به سر برادرتون اومده. اجازه ندارم، اگه این کارو بکنم مرتضی و حمید منم میکشن. حالا بذار دستاتو باز کنم تا راحت تر باشی. نمیتونم آزادت کنم، منو میکشن. زودتر بریم. احمق نگفتم بگیریدش و الا همه تونو میکشم زور
شب خوبیه، کیفی داریم. اگه ما رو اونجایی که میخوایم بریم برسونی، یه مشغول طلا بهتون میدم. گره مثل مرده ها تمرگیدیم؟ یالا حسنه بزن، یالا یا الله میرم. ها لا 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 باشو برم دیگرم حالا یالا برخ روح داره. حسین، رجب، علی، محمد، کجا میتونن برن؟ هر جا میخوان برن. برمیگردن، من میدونم برمیگردن. آب ندارن، شیشه عمرشون پیش منه. احمد، اینا کرم کبیرن، شطرم دارن. اونا اینقدر طاقت تشنگی دارن که خودشونو به آب برسونن. فقط تو بدبخت جنایتکار باید تو این گرما از بی آبی استخونت بپوسه. بس دیگه مجید، تقصیر مرتضی نیست، همش تقصیر این بی همه چیزه. اگه با این بیچاره ها بد رفتاری نمی کرد، ما رو تو این کبیر بی آب و علف تنها نمی زاشتن. تو هم اگه خیلی دلت می خواد برگرد برو پیش رفقات. معلومه که میرم. مشک آب و حق نداری ببری. خدا رو شکر کن که آدم جانی و پستی مثل تو نیستم. بلا برای خون پدرم هم شده، تو رو مثل یه سگ کثیفی می کشتم. چرا کشتیش؟ این مشک آب الان بیشتر از جون یک نفر برای ما ارزش داره. بگیر. قبل از خوندن این کتاب میدارم یک بار دیگه منو مطمئن کنی. پدر جمعه نمیشه فرشت این مقدس هر چرکتون بردیم. Thank you.
یکی اونجا افتاده. آره داداش، داداش موش، داداش مز غزال آب بشده بود. مز بوی خونه آب بخونه حالا دفتش. نه غزال، من دیگه رفتنی هست. مجید داداش بگو چطور شو؟ مرتضا از من بی خودی بهانه گرفت، منو با تیر زد. داداش یه خود آب بخور، زخمتو ببندم خوب میشه. بهت قول میدم معالجه میشی. نه دیگه فایده نداره. داداش منو ببخش، به خدا ته دلم با این بی شرفا نبود. تو نمیبینی مثلا، بیا کمک کن تا سوارش کنی. نه من تکونم نده. بگو منو بخشیدی، بگو منو بخشیدی. خدا همه گناهکارای تو به کار پشیمونی شو ببخش. دادش بیشتر تشنه ده. بخور. مشک دیگه خالیه به نزدور. بلنش. پیدا کردیم کرو.
جونمون در خطره. بیم بریم. غزل اگر تشنگی هم بمیرم نمیتونم از اینجا رد بشم. نشونی کتاب و نقشه درسته. همینجا. دیگه رو به آبادی هست. بیایید بریم. گفتم برای پدرم قسم خوردم. مجبورم. پدرتونم راضی نبود که شما از بین بریم. خودشونم جونشون رو سر این کار گذاشتن. بیایید بریم غزل. بریم. نه. بریم. اصرار نکن. بریم. بریم. برم کن. برم کن. برم کن. برم کن. شنیدی؟ صدای آدم از عمر میاد. خواب میبینی؟ آدم کجاست اینجا؟ ببینم باد از کدوم طرف میاد. شمال. از اینجا باید سه قدم تا بین دو سنگ مسطح رفت. بسیار خوب. همینجا پنج قدم به طرف دست چپ کوه. سه، چهار، پنج. یه خود این برتر. خب از اینجا سی قدم به طرف قله کوه. چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو. بلند شو، بلند شو، گفت جلو میبینم، بلند شو. یه کجا میخوای منو ببری؟ دنبال چی میگردی؟ مطابق کتاب باید بعد از 38 قدم درست رو بروی همین نقطه کوه رمزی تو زمین کار گذاشته باشم. من که دیگه نمیتونم بیام. به خدا دیگه نمیتونم رو پاهم بند شم. منم خیلی خستم. قبل از ما اینجا اومدن سب کمینم کمک کن کمک کن زیرشی خالی کنی زودتر بسی که همینه کمک کن کنم همون محلیه که تو کتاب نوشته شده. بیا بریم غزلی. من میترسم. نترس، دهنه قار روشنه، میتونیم تا کنارش بریم.
خدایا به امیدتون. غزاله زیر پات نگاه کن. آخه اینجا خیلی تاریکه. غزاله مراقب باش. بیا ببین به این سنگا چقدر خزه چسبیده. بیا خودمون رو خنک کنیم. ازشون آب میشه که. آره. چی نوشته برای منم بخون؟ ای کسی که به جستجوی آب حیات آمدی، بدان که در هر قرن تنها یک نفر که از لذات دنیوی بگذرد به زندگی جاوید میرسد. خدا رو شکر که به آرزوت رسیدی. طرف روشن‌تره. کجا؟ اینجا؟ آره راست میگی، اینجا روشن‌تره. غزاله دست بده من. غزاله اینجا. صدای غزاله بود. لابد مسعودم همراهشه، پس نمرده. یالا بری نوا زودتر از ما برسن. من که دارم میمیرم، بذار اقلا با این رطوبت خزای سنگ لب و دهنمو خنک کنم. توفنگم. یا افلی داریم بسمونه داریم. غزالی
باز واسه گفتم اگه اونا زودتر برسن همه زحماتمون به هدر رفته. هی به من میگی، هفتی دست توه، خودت برو جلو. میافتی رنا باید همین جاها باشن. از کجا تا حالا نرفته باشن؟ به جون چشماتم واک کن، اطراف تو نگاه کن. من که چیزی نمیبینم. چی بود؟ یه صدای اومد. از این صداها تو غار زیاده، برو اون طرف. آخه کجا؟ برو اون طرف همین نگاه بکن. بیه، یواش، باز نکن. بازه باش صدا نکنی. بیا. دفعه دیگه کلک چون کنده شد. بیه بریم. بیا جلو. برو بلا. یالا. به احترام این مکان مقدس با خاموشی و احتیاط پیش برو، چون با یک صدای بلند کوه فرو می ریزد و در زیر سنگ ها مدفون می شوی.
قشنگه. خود از اینو بردار. چرا؟ تا وقتی به زندگی جاوید نرسی حق استفاده از این خزانه رو نداری. اقلا یه دونه رو. نه بری تر جاش یه بری. جونم یکی از این دو چشمه زندگی جاویدان و دیگری مرگ سری می‌بخشد. اگر هیچ آلودگی دنیوی نداری پیش بیا و بدون هراس انتخاب کن. آب حیات؟ آره. اون یکیش هم آب مرگه. همیشه مرگ و زندگی پلوی هم. که هم قلب پاک و پدرم میگفت هر کی پابند عشق باشه نمیتونه آب حیات بخوره. مگه نامزد داری؟ نه اما بدون اینکه خودم بفهمم در این مدتی که با تو بودم بهت علاقه پیدا کردم. من دیگه حق ندارم از این آب بخورم. تو بخور لایق تری. اگه من از این آب بخورم دیگه نمیگیرم؟ نه اون وقت تو زودتر از من. نه این تو زندگی واسه من چه فایده داره؟ تو
تو هستی زندگی شیرینه. وقتی زبونم لال تو نباشی دیگه نمیخوام منم زنده باشم. آرام که همه دخترهای دیگه زندگی کنم، شوهرم رو دوست داشته باشم، بچه هم رو ناز کنم. همیشه آدم زنده باشه به چه درد میخوره؟ مگه رنج و عذابی که آدم این چند روز زندگی میکشه بس نیست که باید همیشه زنده باشه؟ حقم نداره باشه کسی رو دوست داشته باشه؟ زندگی رو با تو میخوام. بزاله بس. این ترتیب ما به چشمه زندگی جاوید رسیدیم، ولی ماجرای شورانگیز عشق من و غزاله و قوقای وحشتخیز حرص و آز برادرانم مرا از نعمت نوشیدن آیات محروم کرد. جواهر درخشان و نایابی که برای تو باقی گذاردم یادگارت، شاید این موهبت نصیب تو باشته. مهم توجه کن، کسی میتواند به دامان زندگی جاوید بیاویزد که از آغوش گرم و لذت بخش عشق و سایر لذات دنیوی بپرهیزد. با نیمروز تفاوت را احساس کنید.